گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم سورا به یزدی برنت هستم صبح بعد از ظهر شب خیلی خوبی رو برای همتون آرزو می کنم دوستان عزیزم در اول برنامه چند تا چیز رو خدمتون بگم و برنامه امروز در مورد ستاره شناسی یا سیاره شناسی هست اما در اول خدمتون بگم که دوستانی که روی یوتیوب من سابسکرایب نکردین خواهش میکنیم که لطفاً سابسکرایب کنین لایک کنین و شیر کنین برنامه ها رو که بتونین سیدی موفقیت رو هدیه بگیرین در عین حال خبر خوب دیگه این هستش که دوست عزیزمون جنیتا بنجامن تا دو هفته دیگه در ایران خواهد بود بنابراین دوستان عزیزی که علاقه من هستین که ایشون روی پوستتون ماکرو نیدلینگ بکنین دوستانی که مشکلات پوستی دارین نمیدونم دوستانی که از پیر شدن خوشتون نمیاد و دوست دارین که پوستتون به صورت طبیعی شاداب و جوان بشه دوستانی که علاقه من هستین پوستتون لفت بشه کشیده بشه همه این داستان ها میتونین به ایمیل آدرس من سودی از دیدیا لطف کنین ایمیل بزنین در این حال تمام اطلاعات به شما داده میشه روی تلگرام و اینستاگرام من و همینطور وحید عزیزم که لطف کرده تلگرام و اینستاگرام منم که چی هستش سودی یزدی هستش روی تلگرام و اینستاگرام تمام این اطلاعات رو میگیرین در زمین یک تشکر خیلی بزرگ دارم از رادیو تلویزیون توکا که لطف کردن اپ خود من رو درست کردن و اون هم شما میتونید دیگه در اونجا تمام برنامه های من رو از تلویزیون آی تی برنامه های تلویزیون از تلویزیون توکا تمام بچههایی که لطف میکنن و سوشال میدیای من رو هندل میکنن بچه های عزیز سارا و مرگم تمام اطلاعاتی که روی فیسبوک هستن و همه همه اونجا هستش بازم در اینجا میخوام تشکر کنم از محمد عزیز کامران عزیز از رادیو تلویزیون توکا که این محبت و کار بزرگ رو برای من انجام دادن قربون شکل همتون همینطور خدمتون بگم که دیگه من چه داستانی دارم که باید بشه او قبل از اینکه فراموش کنم دوستان عزیز یکی از خبرهای خیلی خوبی که براتون دارم این هستش که من با تمام لاین ارگانیک 100 درصد نچرال و طبیعی خودم اومدم بنابراین همه دوستانی که چه میدونم کلی وقت و زمان و انرژی گذاشتین روی موتون که این موی ما چقدر وقت و زمان و داستان میگیره چقدر ما پول خرج این قضیه میکنیم از شامپو و کاندیشنر رو نمیدونم لیوینگ کاندیشنر رو تمام این داستان ها من با لاین خودم اومدم برابر این همه چیز صد درصد گیاهی و طبیعی هستش و ما انتخاب های خیلی زیاد برای شما داریم میدونم که به زودی تنگسکیوین خواهد بود تعطیلات شروع میشه و بعدم که کریسمس میاد بنابراین ما برای شما یک پکیج کامل آماده کردیم از همه چیزهای ارگانیک هر نوع که شما دارین دوستان زیادی که من میدونم مشکل دارن با ریزش موشون موهاشون رشد نمیکنه دوستان عزیزی که مو... نمیدونم موهاشون شوره میزنه یا سکاپ یا مغز سرشون میخوره برای اون برای دوستانی که موی خوش دارن برای دوستانی که موی لیم بدون حالت دارن و هر کاری میکنن موه وای نمیسته برای تمام این داستانهای شما شامپو کاندیشنر لیوینگ کاندیشنر که بتونین بعد از اون توی موتون بذارین که دیگه احتیاجی نباشه کاری انجام بدین و همینطور برای تمام لاین صورت از صابون معمولا ما میدونیم که فرضا میگیم که صابون خوب نیست به خاطر اینکه صابون ها پوست ما رو خشک میکنن اوکی ولی این صابون ها 100 درصد طبیعی و گیاهی هست برای مشکل های متفاوت فرزن دوستانی که پوستشون خیلی جوش میزنه و معمولا پرادکت های استفاده می کنیم که ما از بیرون می خریم و اینا یا کمیکال درشون استفاده شده و یا اینکه فرزن الکل و چند تا چیزای دیگه که ما نمیخوایم درشون هست بنابراین صابون های متفاوت صد درصد گیاهی و طبیعی داریم برای هر نوع شکل و فرم و پوستی که دارین برای کرم صورت، برای اکسفولیت کردن که بتونیم تمام سلول های مرده روی پوست رو از بین ببریم کرم دور چشم، همینطور تونری که بعدش استفاده میکنین برای دوستانی که سلولیت دارن، روغن و سلولیت داریم بنابراین تمام این لاین ها به اضافه خمیر دندون بدون فلوراید و صد درصد گیاهی و طبیعی همه اینها در دسترس شما دوستان عزیزم هست و باز هم خیلی متشکرم از تمام تیمی که دارن به من کمک میکنن که این قسمت رو راه انداختن و روی پا گذاشتن خب فکر میکنم چیز رو جان انداختم بریم سر صحبت امروزمون دوستان که در مورد استرالوجی، نمرالوجی، ستار شناسی و سیار شناسی هست به خاطر اینکه زمان العاده حساسه و کمکی که این قضیه به من و شما میکنه این هستش که وقتی که میدونیم در جهان هستی چه اتفاقایی داره میفته و سیارات و کرات چجوری قرار گرفتن انرژی زمین چجوری هست خیلی بیشتر به ما کمک میکنه که بفهمیم آها پس داستان اینه پس موضوع اینجوری هستش خب در حال حاضر همونطوری که میدونین ما در ماه لیبرا هستیم ماه لیبرا ترازوه اگر یادتون بیاد الان دیگه ماشاءالله ترازوها با الکترونیک و پیشرفت ما همه چی دیجیتال شدن ولی در سالیان سال گذشته وقتی که توی ترازو میخواستن چیز بذارن فرضا یه مقدار هی سنگ میذاشتن تا ببینن که این مقدار با اون یکی یکی میشه چقدر میشه چجوری میشه این ماه در واقع همین هست یعنی ماهی هستش که ترازو و مرتبا داره انالایز میکنه نگاه میکنه که دو طرف سکه چیه این ورش یه چیزه اون ورش یه چیزه پس انتخاب بهتر چی میتونه باشه به خاطر این دلیل ماها هممون در حال حاضر خیلی چیزا رو هی زیر سوال میبریم که اینجوری بهتره یا اونجوریه و خیلی دیروز توی کلاس انرژی درمانی توضیح دادم که ما داریم نگاه میکنیم به آینده فرزن چیزایی که شاید من و شما تا الان در فکرمون نبود که فرزن من وقتی پیر میشم قرار چکا کنم چجوری زندگی کنم حساب پسنداز چه حساب سپرده چه همه این داستان ها ما شروع کردیم یه مقدار به گول ها یا هدف های طولانی مدتمون داریم نگاه میکنیم جهان هستی اگر هیچی از این برنامه رو نگرفتین فقط این تیکه رو از ما بگیرین که در حال حاضر انرژی کره زمین و جهان هستی به این صورت هستش که میخواد ما رو حل بده بریم جلو اوکی؟ پس ما خیلی خوشحالیم به خاطر اینکه ماه پیش ماه فوق سختی رو از زیر در پیش داشتیم به خاطر اینکه دو تا در واقع چیز داشتیم لونر اکلیپس داشتیم زمانی که ماه بین نورت نوت که هدف اصلی من و شما که در این دنیا اومدیم چی هستش و ساوت نوت در قسمت جنوب کارمای ما تمام چیزایی رو که اووردیم و بردیم و قرضایی که داشتیم دینایی که باید به دیگران ادا می کردیم نکردیم و اون چیزی که ما متوجه نیستیم که اوا اگر یه کسی در این دوره داره خیلی ما رو اذیت میکنه و تمام انرژی ما داره به اون طرف میره پس من شاید یه کارایی در برنامه های قبلی با این شخص داشتم و الان این حیوانی گناهی نداره فقط داره این موقعیت رو به من میده که من قرضم رو دینم رو بیا بدم که بعد بتونم کارمام رو پاک بکنم اوکی؟ پس زمان العاده حساس بود ما خیلی چرخ خوردیم سرمون به در و دیوار خورد انرژی کره زمینی خودش شیف کرد داره به ما فشار میاره که یه مقدار بیشتر به طرف آگاهی بریم بنابراین همه این چیزها رو داشتیم در این حال سیاره مرکوری که سیاره فکر و ذهن هوش ذکاوت نابغه های ما در این چیز جمنایا یا کسایی که توی این ماه متولد میشن این سیارهشون هست در حال حاضر همونطوری که میدونیم برای مدتی به عقب برگشته بود همه چی وایستاده بود کارا خیلی خراب میشد الکترونیک به هم ریخته بود پولایی که شما طلب داشتین نمیومد هی فکر میکردین که او ای این که گفت امروز میدم چرا نمیده اون که گفت سه ماه پیش میدم چرا نمیده الان خوشبختانه راهها باز شد و از امروز این سیاره پرسرعت عجول شیطان باهوش باذک اوت ما از سایش هم درآمد امروز دیگه داره صد درصد مستقیم میره فقط یه مقدار مشکلی که داریم افتاده در چه ماهی افتاده در خونه هفتم ما که لیبرا هستش و لیبرا هم هی میخواد چیزها رو بالا پایین کنه که مطمئن بشه اشتباه نکنه کار درستی میکنه در واقع این ماه دوستان عزیز ما که در این ماه به دنیا میان سیارهشون ونوس انسانهای فوق العاده کامپشنت مهربون پر از عشق خیلی نگران دیگران هستن و باز دیروز توی کلاس انرژی درمانی برای بچه ها توضیح می گفتم که به خاطر اینکه اسندن ساین خود من هم در این ماه اومده ما یه مقدار با اون که ممکنه خصوصیت های دیگه اون چیز دیگه باشه ولی خیلی کامپرمایز میکنیم در مقابل دیگران فرزن دوست من میگه که زنگ میزنه بریم امشب شام بیرون بریم کجا دوست داری؟ من بعد من میگم کجا دوست داری بریم میگه که چه غذایی دوست داری بعد من دور سوال برمیگردم میگم تو امشب حوسه چی کردی بنابراین ما یه حالت یه مدلای به صورت بی اراده می و اینکه هر چی که تو میگه اوکی پس مسافرت میخوام بریم تو کجا میخوای بری اوکی هر جا که تو میخوای بری در نتیجه این خصوصیت این ماه ولی در عین حال بزرگترین مشکلی که این ماه ها دارن نتونستن تصمیم گرفتنشون و یه خورده ریلکس بودنشون اتفاق بعدی که داره میفته جوپیتر یکی از بزرگترین سیاره های شانس و خوش ها خوشانسی و هدیه ی غیر منتظره دادن با اون حالتش که همه چی رو مگنفای میکنه خیلی بزرگتر میکنه اونم الان با مرکوری با همدیگه افتادن در این ماه یه داستان دیگه ای که داریم که باعث میشه که الان این رو به آگاهیتون میارم که بدونین اگر که شما یه مقداری اجیتیتد هستین و جوش میخورین و زود کلافه میشین و نمیدونین دلیلشه به خاطر این هستش که خیلی از پلنت ها افتادن از سیاره ها افتادن توی کپریکون کپریکون چیه؟ اون بوز ماست که میخواد موقعیت و پله های ترقی رو بالا بره شهرت و مقام و تمام این داستان هست. مارسلان آتیش و فایه رو میخواد جلو بره و حرکت کنه که مال همون سیاره هم هست جاش درسته و اونجاست و میگه بزنیم بریم عقب افتادیم منتظر چی هستیم چرا اینقدر حرکت نمیکنین تکون میخورین اون انرژی رو در ما به وجود میاره اما در عین حال این جوپیتر عزیز بزرگ ما رفته تو این ماهی که میگه حالا عجله برای چیه حالا ریلکس حالا یه خورده بشینیم ببینیم همه چیزها رو نگاه کنیم ببینیم این انتخاب چه اون انتخاب چه برای همینه که ما درگیر یک دوگانگی هستیم که از اون ور اون میخواد زور بده بریم جلو از این ور هم اینا میخوان بشنن تو ترازو بذارن انتخاب خیلی الان زیاد داریم دوستان اوکی okay, بنابراین به خاطر حالتی که انرژی جهانی که داره با سرعت بیشتری پیش میره ماها داریم یک مقدار از اون باکس هامون یا داریم از اون جعبه هامون در میام یه دفعه متوجه میشیم بعد از اون که اون انفجار در ماه پیش اتفاق افتاد و تمام گرد و غبار را خوابید و حالا این پرده کلفته کشیده شد عقب و ما داریم یه مقدار بهتر چیزها رو میبینیم یهو یه به خودمون اومدیم یه مقدار راجع به شخصیت خودمون فهمیدیم چون ونوس هم الان افتاده اونجا و داره میگه ارزش تو کجاست ارزش تو خیلی بیشتر از اینه چرا داری یه کاری انجام میدی که اون حقوقی که باید بگیری گرفته نمیشه حالا ما میخوایم انتخابای دیگهمون رو نگاه کنیم بنابراین ما کلی انتخاب داریم و میخوایم مطمئن باشیم چون در این ما هستیم که داریم اونی که درسته انتخاب میکنیم و داریم در این حال طولانی مدت نگاه میکنیم که هدف من چیه آیا هدف من اینه که فرزن با ماهی دو هزار دلار حقوق اوکی باشم یا اینکه قراره که این بیشتر بشه بزرگتر بشه بالاتر بره پس در نتیجه زمان خیلی خوبیه به خاطر اینکه همه چی داره ما رو از نظر جهانی داره ما رو سپورت میکنه حواسش هست که ما رو حل بده بریم جلو دوستانی که دنبال کار میگشتین کار پیدا نکردین الان دیگه ماهشه دوستانی که نمیدونم عقب افتاده بودین از کاراش الان انرژی ها همه چی توش هست اما به خاطر اون قضیه ای که سیاره مارس میگم همون جوری که قرمز و آتیشه و میخواد جلو بره در عین حال یه مقدارم هم میتونه در ما وقتی مانه ها رو میبینه و بقیه باش همکاری نمیکنن مثل جوپیتر رو نمیدونم لیبرا و اینا یه مقدار اجیتیت میشه یه خورده هرسش میگیره عصبانی میشه کلافه میشه بهترین چیز این هستش که به خودمون بگیم که فرزن امروز چهارشنبه است برای این هفته ما یه مقدار بیشتر روی اعصابمون و نمیدونم از منیتمون که عقب افتادی و نگاه کن ببین همه جلو زدن و تو چطور نمیتونی پیش بری یه مقدار حواسمون به اون باشه و تو این هفته به خودمون بگیم که ما یه مقدار بیشتر سعی میکنیم که تو اون نقطه سفره بریم که این فکر و فعالیت ذهنی رو خالی کنیم بعد بشینیم آپشنامون رو یا انتخابامون رو قشنگ نگاه کنیم ببینیم که کدومش در طولانی مدت به ما نتیجه بهتری میده پس بهترین چیز این هستش که چون خود منم کاملا دارم این قضیه رو از نظر انرژتیکلی دارم احساس میکنم که بدو این بدو این زود باشین آدم های بیشتر باید بیان چیکار باید بکنیم چیزا باید حرکت کنه باید بره جلو ولی در عین حال یه رفعه باید به خودم یادآوری بکنم که او همه ی این کارها میتونه انجام بشه و با سرعت هم میتونه حرکت بکنه ولی با گریس با اونی که من با متانت و با آرامش و با محبت این انرژی رو باهاش کار میکنم اوکی به خاطر اینکه یه موقع هستش که اون انرژی هست و ما میخوایم بریم جلو میخوایم حرکت کنیم ولی به خاطر مارس اون ایریتیشن، اجیتیشن تمام اینام هست و ما به حالت کلافه میخوایم بریم اون کلافگی به خاطر اینکه این ماه ماه لیبرا در واقع خصوصیتاش برای اینکه بیشتر بشناسیمش این ماه رو جاستس ام قاضی هستش که میخواد همه چی درست باشه حق کسی گرفته نشه بنابراین این ماه برعکس کپریکون اون بوزه که میخواد بالا بره اون میگه بزنیم بریم جلو کسی با ما میاد بیاد نمیاد میزنیم لطو پارش میکنیم آدم های دیگه میگیریم ما فقط باید بریم بالا اون خصوصیت این ماه برعکسش این ماه لیبرا دلش میسوزه میگه که خب من مطمئن باشم که الان اگر میخوام با یه کسی شریک بشم یا اگه با رئیسمه یا اگه کارمند دارم مطمئن باشم که حق کسی پایمال نمیشه همه به اندازه کافی یعنی این ککو وقتی که ما هیچ تیکش میکنیم به همه به اندازه کافی برسه و این خصوصیت جوپیتر هم هستش که الان نشسته اونجا میگه که یک که گنده هست همه هم باید بخورن پس بنابراین مطمئن باشیم که همه دارن تقسیم میکنن به همه همه چیز میرسه پس در نتیجه این اه, چیز خصوصیت این ماه این ماه قانونه اوکی پس در نتیجه خیلی از افراد میبینیم که ام, چه میدونم اگر شما ام, تصادف کردین وکیل گرفتین ام، هی عقب میفتاده عقب میفته الان برای خیلی این مسئله حل میشه که زمانش میرسه که فرزن اون ستمن یا اون چیزی که بعد می، بهتون میرسیده میرسه بنابراین قاضیه، این ماه عدالت نمیدونم تمام این داستان ها داره اینجا شکل میگیره خب پس در نتیجه من و شما باید حواسمون باشه که اوکی ما کلی انتخاب داریم در این حال میخوام جلو بریم اما باید حواسمون باشه که دیگران رو لط نکنیم برای بالا رفتن پله هامون دلیلی نداره که ما بخوام بقیه رو بزنیمشون حلشون بدیم پایین که خودمون بریم و اگر ما یاد بگیریم که تقسیم کردن و عدالت داشتن و گروهی کار کردن خیلی بهتر میتونه هممون رو ببره بالا چرا؟ چرا این نباشه که همه با هم بریم بالا به جای اینکه ما بخوایم تک رو باشیم و بخوایم خودمون بریم و یکی از مهمترین قضایایی که خیلی در این چند روزه من راجع به صحبت کردم در این ماهی که داریم پیش میریم بزرگترین کلاس ما کلاس رابطه های ما هست که شاید دفعه پیش هم خدمتون گفتم الان رابطه هایلایت یا نورافکن افتاده روی رابطه های ما بزرگترین کلاس و نمره ای که ما میاریم سر این قضیه هستش که رابطه من با شوهرم با زنم با دوست دختر دوست پسرم با مادرم با پسرم با بچم با اون با اون چه جوری هستش پس خیلی باید مراقب باشین دیروز کلاس انرژی داشتیم گفتم خواهش میکنم امروز چندم امروز پنجم اکتبر ما این ماه هم که 31 روزه 31 هم که هالووین میشه تا اون زمان ما باید خیلی مراقب رفتارمون باشیم پس مهمترین چیز که به ما کمک میکنه چند تا پوینت بهتون بدم برای این ماه که چطور توی رابطه ها کمک میکنه که ما کلاسمون قبول بشه یکی از اونها عدالته یعنی اینکه زمانی که یه اتفاقی میفته یه رابطه ای بینش داره خراب میشه به جای اینکه من و شما فقط سمت خودمون رو ببینیم از خودمون در میان بکشیم عقب و ماجرا رو از بیرون نگاه بکنیم بدون اینکه من احساس من فکر من حق من پایمال شده که تمام اینا داستانای زمانی که ایگو ما یا منیتمون خیلی برم شده و باد کرده از اون حالت در بیایم و نقطه شخص دیگرم ببینیم اوکی یعنی دیگران هم قشنگ بشنویم و قاضی خوبی باشیم بشینیم بیرون نگاه کنیم ببینیم در این موقعیت و اختلافی که پیش اومد این طرف که قرار من باشم ولی الان دیگه نیستم این طرف چی میگه و اون طرف چی میگه در نتیجه این یکی از چیزهایی که خیلی به ما کمک میکنه که ما یک طرفه قضاوت نمی کنیم و همه خودمون توی داستان نیستیم مسئله دیگه که کمک میکنه اینه که فوق العاده کمک میکنه اینه که هیچ کسی کار بدی با ما نمیخواد بکنه در واقع اینتنشن یا قصد و هدف اصلی افراد این نیست که به ما صدمه بزنن این نیست که بخوان از ما بدزدن این نیست که بخوان به ما کلک بزنن هیچ کسی در اون وجود اصلیش از طریق روحش اینتنشنش یا خواسته یا درخواستش این نیست اگر که ما متوجه بشیم افراد بهترین کارشون رو دارن انجام میدن یعنی ما باید متوجه بشیم که زندگی زمینی سخته کار آسونی نیستش که وقتی که ما خونه اصلی هستیم همه چی خوبه همه چی عالیه با کسی کشمکش نداریم دعوا نداریم یه دفعه میام تو این کره زمین با این دنسیتی با این سنگینی با این محدودیت در این بدن فیزیکی با این ذهنه با این منیتی که 24 ساعته داره ما رو میچرخونه هممون درگیریم در نتیجه کار سختیه اوکی؟ okay. پس در این زمان اگر من و شما چیزا رو شخصی نگیریم یعنی اینکه اگر ما متوجه بشیم که اگر کسی به من توهین میکنه واقعا قصدش توهین به من نیست مسئله شخصی نیست اون داره میگه که حالم بده من احساس کم خودبینی میکنم عصبیم درونم این آتیشه داره میچرخه و الان اینجوری دارم میام بیرون اوکی okay, ولی توهینش به من نمیچسبه و اینجا میخوام این داستان بودارم براتون بگم که اینجا بچسبونمش به اینجا که شاید این قضیه بیشتر برامون جا بیفته و اون هستش که فکر کنم تو سی دی های عرفان اینو گفتم که یک آقایی در شهر میشنوه که یک شخصی به اسم بودا هر چی بهش توهین کنی بد و بیرا کنی هیچ کاری انجام نمیده هیچ عکس نشون نمیده این آقا خیلی چالش میشه, میشه میگه ای من میرم این رو خدمتش میرسم کاری میکنم که شروع کنه با من یکی به دو کردن و میره نمیدونم چندین ساعت میشنه به بودا بد و بیرا میگه بودام در اون حالت زن درونی آرامشش با لبخندش فقط این آقا رو نگاه میکنه هی بد میگه بیرا میگه اینجور میکنه اونجور میکنه اونجور میکنه دیگه خودش خسته میشه وقتی خسته میشه از بودا میپرسه میگه من انقدر به تو بد و بیرا گفتم و تو هیچ اکسالعملی نشون ندادی ودا میگه بسو من از یه سوالی بکنم اگر که شما یک هدیه ای رو به کسی بدین و اون اون هدیه رو نپذیره چه اتفاقی میفته میگه خب به خودم برمیگرد میگه پس در نتیجه هر چه قدم که شما بد و بیرا به من بگین اگه من نپذیرم برمیگرده به خودتون اوکی پس اینو در نظر داشته باشین دوستان عزیز همیشه به خاطر داشته باشین که افراد بهترین کاری که میتونن با در حد آگاهیشون دارن انجام میدن بهترینشون رو دارن سعی میکنن انجام بدن پس اگر من و شما متوجه این بشیم هیچ وقت فکر نمی کنیم که کسی قصدن به ما چیزی گفت یا خصومتی داشت که اینو به ما گفت اوکی؟ هیچ کسی در واقع دنیای بیرونی هیچ کاری به ما نمیکنه. چون الف عرفان میگه چی؟ میگه جهان هستی آینه است یک عکس برگردونه پس اگه ما دزدی از بیرون میبینیم کسی از من نمیدزده در واقع این آینه داره نشون میده که برگرد به خودت عمیق برو در درون و ببین که تو کجا داری از خودت میدزدی و من همیشه وقتی از افراد میپرسم افراد میگم من که دزدی نمی کنم من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم من هیچ وقت از کسی نمیگیرم نمیدزدم اما من همیشه میگم که دوستان دلیل اینکه ما اومدیم به اینجا این هستش که به این تکامل روحیه برسیم یعنی اینکه ما از میمون و قوز داشتن و گوریل بودن و همینجوری تکامل پیدا میکنیم میایم یه مقدار ادونستر میشیم ذهنمون پیشرفته تر میشه یعنی تک... به تکامل رسیدیم ما انسان ها درسته و یکی از چیزهایی که یکی از دلایلی که من و شما هی hey, توی نیسکام پیاده میشیم و میریم و سوار میشیم و میریم و برمیگردیم دو مرتبه به خاطر این تکامل روحی هستش در نتیجه اگر من و شما اینو متوجه بشیم اولین و مهمترین هدف در زندگی ما به دنبال آگاهی رفتنه مهمترین سوال من کی هستم زمانی که من از خودم میپرسم من کی هستم فراتر از اونی که ذهن یا اون هویت هایی که منیته برای من ساخته میرم پس اگر که من 68 سالمه وپس مطمئنی وحید؟ وحید میگه پنج دقیقه بیشتر وقت ندارم ام، اوکی. پس اگر که ما متوجه بشیم که مهمترین قضیه برای ما تکامل روحی هست پس اون میاد بالای لیست من و من از خودم حالا سوال میکنم که من کی هستم و این مهمترین سوالیه که من و شما باید از, هم از خودمون بپرسیم و این سوال با شلوغی ذهن و منیت نمیاد اوکی بچه ها یک سوال طرح کردن چون میدونیم که ما هفتگی یه سوال بچه ها طرح میکنن میخوام بهتون تقلب برسونم و این سوال راجبه سوالی که برای این هفته طرح کردن اینه این بود که ما چطور انرژیمون رو بالا ببریم الان بچه ها میگن چرا جواب سوال دادی ما قرعه کشی داریم و ما الان به جای اینکه یک نفر در این جواب سوال ها بتونه در وبینار هفتگی من که شنبه ها برقرار میشه ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس که الان الان ایرانم که هنوز ساعتتون رو نکشیدین هفت نیم نیمه بعد از ظهر شما میشه گفتن که ما میخوایم این سوال رو طرح بکنیم که انرژی چجوری بالا کشیده میشه و جوابشو گوش کنین بدو این روی تلگرام و اینستاگرام جواب بدین یا فیسبوک در واقع دوستان سطح انرژی ما زمانی بالا میره که ما در اون نقطه صفر قرار میگیریم نقطه صفر یعنی اینکه خارج از ذهن و فکر و منیت هستش در نقطه صفر هیچ اتفاقی نمیافته ولی آمادگی بارداری و با و... بارداری آره همه چی درش هست اوکی؟ پس هر زمانی که من میخوام سطح انرژیم بیاد بالا چیکار باید بکنم باید ذهنه رو بخوابونم و در نقطه صفر و اون هیچیه برم به خاطر اینکه یادتون باشه یکی از بزرگترین دلایلی که شما در طول روز انرژیتون هدر میره به خاطر چیه؟ به خاطر این فکر است. شما میدونین این فکر که همینجوری میچرخه چقدر انرژی میسوزونه و به خصوص وقتی که اون فکرها منفی هستن و شما دنبالشون میرین این فکرهای منفی که همینجوری میچرخن کلی انرژی مصرف میکنن بعد میان توی خونه بعدی که بدن احساسی ما هست و ما اینا رو احساس میکنیم که کلی انرژی مصرف میشه هدر میره و بعد میاد توی بدن فیزیکی بعد ما دنبال جراحی میریم بعد قرص میکنیم بعد این دکتر رو میریم بعد میریم چه میدونم امارای میکنن بعد سرمون رو سکن میکنن بعد آخر سر هم به این نتیجه میرسن که هیچی نیست چرا هیچی پیدا نمیکنن چون فقط داره در سایکی ما اتفاق میفته واقعی نیست اوکی پس در نتیجه جواب سوالتون رو دادم و این زودتر جواب بدین که ببینیم در قرعه کشی این هفته پنج نفر انتخاب میشن دوستان عزیزم برنامه این هفته رو میبندم در این حال برنامه من که از رادیو تلویزیون توکا پخش میشه فکر می کنم سه شنبه پخش میکنن دوباره چهار پنج بار دیگه پخش میشه ولی همشون روی یوتیوب گذاشته میشه روی تلگرام و روی اینستاگرام هست در نتیجه برنامه رو در اینجا میبندم دوستانی که علاقه من هستین با من جلسه خصوصی بگیرین خواهشان در نظر داشته باشین که من ترجیح میدم اگر شما میخواین ساپلمنت سفارش بدین جلسه خصوصی داشته باشین که ریشه یابی بشه که ببینیم دقیقا شما کجا میخوان برین در عین حال ما یک انتخاب برای شما داریم دوستانی که علاقه هستین از من برنامه ورزش و تقضیهی بگیرین و که بدونین چه چیزهایی این از طریق ایمیل هم میتونه انجام بشه باز دو مرتبه ایمیل ادرس ایمیل بزنین یا اینکه روی تلگرام و اینستاگرام در این حال دوستان عزیز عجله کنین به خاطر اینکه جنیتای عزیز تا دو هفته دیگه در ایران میاد بنابراین دوستانی که علاقه من هستین دستگاه بخرین چون باید از اینجا بیاد زودتر باید بدونن که چند تا دستگاه باید از اینجا بخرن دوستانی که دارین کلاس بر میدارین با جنیتا جون برای اینکه مدرک بگیرین و یه پکیج کامل براتون گذاشتن که هم یاد میگیرین هم دستگاه رو میخرین که دیگه آماده هستین برای اینکه برین اوکی okay, همتون رو میبوسم امیدوار هستم که این ماه ماه فوق العاده خوبی باشه براتون آرزو بهترین ها رو میکنم از این انرژی اگه یاد بگیرین درست استفاده بکنین فوق العاده فوق العاده بهتون کمک خواهد کرد بنابراین همه شما دوستان عزیزم رو میبینم و خواهشان خواهشان در وبینار و کلاس های انرژی درمانی من شرکت کنین دوستانی که یکی دو بار میان و میگن که من جواب سوالمو گرفتم باور کنین کافی نیست در نتیجه شنبه ها وبینار یک شنبه و سه شنبه کلاس انرژی درمانی هست با آرزو بهترین ها همتون رو به خدای بزرگ میسپارم I love you